مظنون حمله با چاقو به سرباز فرانسوی که صبح روز چهارشنبه در حومه شهر پاریس پایتخت دستگیر شده به جرم خود اعتراف کرد. پلیس با یافتن ساک زرد رنگ او و پیدا کردن آثار دی ان ای وی بر روی ساک موفق به پیدا کردن او شده است. طبق آخرین تحقیقات این مرد 22 ساله الکساندر نام دارد، از تبار شمال آفریقا است. وی که در سن 18 سالگی به دین اسلام گرویده، از 4 سال پیش با گروه‌های اسلامگرای افراطی همکاری می‌کند. دادستان پاریس در مورد این حادثه می‌گوید: من نمیتوانم در اینجا خشونتی را که در این عمل بوده یادآوری کنم، خشونتی سلی که قصد و نیت آن آشکارا کشتن سرباز فرانسوی بوده است. سرباز فرانسوی از این حمله که روز شنبه 25 ماه مه در ایستگاه مترو لا دفانس شهر پاریس رخ داده جان سالم به در برده است. به گفته وزارت کشور فرانسه در این حادثه نشانه هایی از تروریسم وجود دارد. مانوئل والس وزیر کشور فرانسه در جمع خبرنگاران گفت این واقعه در فضایی از ترس و هراس از حوادث تروریستی مشابه رخ داده. تهدیدهای تروریستی که کشور ما از چندین ماه پیش با آنها آشناست. از این رو باید بیشتر مراقبت کنیم. از سوی دیگر این واقعه 3 روز پس از کشته شدن یک سرباز بریتانیایی با غمه توسط 2 مهاجم با گرایشات اسلامگرایی افراطی در جنوب شرق شهر لندن اتفاق افتاده است.